بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سن فشتم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار بسیار خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما چی رو میخوانیم؟ درس ریاضی رو با هم میخوانیم درست هست؟ فصل چندم هستیم فصل ششم عنوان شست مساحت و احجام درست است درس چهارم ما شما میشه اما درس امروز ما شما چی است مساحت و حجم گفتیم حجم یا حجم من برش گفته میشه فرق نمیکنه حجم یا حجم بگیم گپی نیست مساحت و حجم هرم هرم چی است ما اول باید هرم تشریح کنیم که هرم چی است و بعد مساحت و حوج میشه بگیم که چه رقم دریافت میشه درست است شاگرد عزیز خب اما اگر درس های گذشته یادتون باشد ما و شما اول چی رو خواندیم در این فصل 6 که ما و شما شروع کردیم چی رو خواندیم درس اول ما و شما مکعب مستطیل بود درست است بعد از او چی رو خواندیم بعد از او منشور خواندیم و بعد از او چی رو خواندیم استوانه گفتیم اگر یادتان باشد استوانه چی بود گفتیم استوانه یک منشور است که قاعده از چی باشد دایره باشد و خود منشور چی بود گفتیم منشور یک شکل هندسی سبودی که دو قاعده دارد قاعدش دو چندزلی انتباق پذیر هستند و بدنه منشور یا سطح جانبی منشور از چند مستطیل تشکیل می شود درست است خب حال دقت کنید شاگرد عزیز ما با شما منشور خواندیم و بعد آمدیم چی کردیم استوانه را از روی منشور تعریف کردیم گفتیم اگر یک منشور قایده چی باشد دایره باشد شکل حاصل چی میشه استوانه نام دارد آلی امروز ما و شما چی میخوانیم هرم میخوانیم و دقیقا برای هرم یک تعریف انجام میتیم و بعد درس بعدی ما و شما که مخروط است باز میاییم از هرم کمک میگیریم میگیم که یک تا هرمی که قایده از دایره باشد با اون میگیم مخروط سعیست پس دقیقا مشابه منشور و استوانه آلی ما هرم و چی داره مخروط هم داره. پس امروز ما شما هرم تعریف میکنیم اما قبلی که بریم سر تخته و ما شک بکشیم براتون تشریح کنم که هرم چی است کارخانه درس گذشته رو باید به با ما روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است ؟۲ 20964 780 255 40 13 درست است پس بریم سر تخته ما شکل براتون بکشم و هرم تشریح کنم که چی است درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما هرم است درست است پس من نوشتم میکنم هرم شاگرد عزیز کدامتان میدانید هرم چه شکلی است شنیدین دیگه نه احرام سلاسه مصر شنیدین دیگه نه در کشور مصر چی است یک شکل های ش... ساختمان هایی است که به او چی میگیم یا بنای است به او میگیم هرم اهرام جمع هرم است نه خب هرم چی است ما شما به شک تعریف میکنیم شکل چون اومد ذهن تو اومد دیگه شکلش چه رقم است دیگه نه اما چی است که نکتیز است دیگه نه؟ مشابه یک تا کوه حتی میشه در نظر گرفت ولی خب هرم ما به شک تعریف میکنیم هرم هم بگیم چی است هرم یک شکل هندسی سبودی که چی است دارای یک قاعده میباشد قاعده از او یک چند زلیسته و بدنه هرم از چند مستطیل تشکیل میشه که این مستطیلا همهشان در یک نقطه مشترک است که دو نقطه مشترک ما شما چی میگیم میگیم رأس هرم صحیح است پس دقت کن هرم رو بهش تعریف میکنیم یک شکل هندسی سه بعدی که دارای یک قاعده میباشد قاعده از قاعده یک چنزلی باید بونان مثال این قاعده ما, ما شما است قاعده ما شما چی یک چارزیلی میتونه باشه و تمام دقت نشه عزیز تمام چی تمام به شکل و تمام همه ما بیایم اگر همه قایده را چنزلی را همه را رأس را به یک نقطه مشترک وصل کنیم به چی میگیم؟ این نقطه را میگیم رأس هرم باید ما یکم کلانتر بکشم شکل خوده که دقیقتر تر یکم خورد است به این شکل این نقطه ما شما باشد ما همه گوشه ها را کلش به این رسم کنم صحیحست؟ به میگیم چی؟ یک تا هرم پس هرم یک قایده دارد قایده دای پایین است با چی میگیم؟ او یک چندزلی است با او میگیم قایده هرم و بدنه هرم از چی تشکیل میشه؟ بدنه هرم از چند تا مثلث دقت کنه یعنی بدنه ها چی است؟ یک مثلث در اینجا است، یک مثلث در پیش روی است، یک مثلث در سمت چپ و یک مثلث در پشت سر است. صحیح است؟ چهار تا مثلث داره چون قاعده ما شما چهار اگر قاعده ما و شما پنج زلی باشد چند تا مثلث میشه بدنش پنج تا مثلث میشه شش زلی قاعده باشد بدنه شش تا مثلث میشه تا اینجا خوب فهمیدی است نه پس هرم یک شکل هندسی سه که دارای یک قاعده می باشد قاعده شش چند زلی است درست است و بدنه هرم از چند مثلث دقت کن بدنه هرم مثلث است میشه و این مثلث ها در یک نقطه مشترک هستند اون نقطه رو را میگیم رأس هرم این نقطه رو چی نامش میگیریم این نقطه رو نامش میگیریم رأس هرم رأس هرم سیست پس شاگرد عزیز هرم یک شکل هندسی سبودی میگیم هرم یک شکل هندسی سبودی است که دارای یک قایده میباشد و بدنه هرم از چند مثلث تشکیل می شود چند مثلث تشکیل می شود خوب خب شاگرد عزیز پس دقت کن اینی چارزولی که در پایان است به چی میگیم این نامشون بگیرم قایده هرم قایده هرم و این مثلثایی که دهی اطراف است به اون چی میگیم میگیم بدنه یا چی سطح جانبی هم گفته میشه صحیح پس بدنه هرم هست. چند از چند مثلث از مثلث تشکیل میشه چند تا چهار تا دهی چی است شکل ما و شما چهار تا چون قاعده ما و شما چهار زلیست خب دقیقاً این نقطه رو گفتیم چی براش میگیم جایی که مثلثه یکدیگر رو قد میکنند، به اون میگیم چی رأس هرم و دقت مشاگرده از یک نکته بسیار مهم است فاصله رأس تا قاعده فاصله رو میفهمید چی هست فاصله کوتاه‌ترین پاره خط بشه و زاویه بینش با چند باشد 90 درجه باشد به عنوان مثال دقت مشاگرده از این ما یک خط داریم این نقطه فاصله تا چی میشه به این غلط است فاصله نیست چون زاویه بینش 90 نیست کوتاه‌ترین قطه خط چی میشه زاویه با چند درجه باشد 90 درجه باشد صحیح است پس فاصله یک نقطه تا یک خط ها. ما و شما میگیم کوتاه‌ترین چی قطه خط صحیح است خب شاگرد عزیز پس فاصله یعنی ای رأس هرم تا قایده را تا مرکز مرکزش البته هرم های ما و شما چیست منظم است شاگرد عزیز قایده اسلام میگیم چی قائم است ببخشید میگیم که هرمای های ما و شما قایمه است حال ما هرم غیر قایم هم داریم سعی است که وار فعلا در کتاب ما شما نیست همون در چیزی که در کتاب ما و پس ما فاصله رأس هرم هست. دقیقا بیم تا مرکز امی قایده دریافت کنیم و زاویه بینش چی میشه زاویه بینش 90 درجه باید شود بعد چی میگیم میگیم ارتفاع هرم صحیح پس ارتفاع هرم چی است شاگرد عزیز فاصله رأس هرم تا قاعده وقتی میگیم فاصله میشه کوهتاترین پاره خط درست است یعنی باید زاویه بین چند درجه باشد 90 درجه باشد و معمولاً در کتاب ما و شما هرم هایی که ما و شما میخوانیم دقیقا در این وسط وسط چی میشه قاعده و رأس میشه ارتفاع از راست تا اون وسط قاعده از زاویه بینش 90 درجه میشه پس به این میگیم ارتفاع به این پایان چی میگیم میگیم قاعده و اینا چی است مثلثات اطراف میشه چی بدنه هرم تا اینجا خفه خب هرم پس چی است یک شکل هندسی سبودی است که داره یک قاعده میوشد قاعدهش هم چند زیلیسته و بدن هرم از چند مثلث تشکیل میشود درست است که این مثلث ها کلشان در یک نقطه مشترک است در اون نقطه مشترک چی میگیم رأس هرم خب تا اینجا هرم رو فهمیدیم اما درس امروز ما شما چی است مساحت و حجم هرم خب اول مساحت مساحت قاعده رو خب میفهمیم دیگه مساحت ما یک مساحت کل داریم یک مساحت جانبی داریم مساحت کل ما و شما چی میشه خب مساحت اول مساحت جانبی در میگیم بعد مساحت کل مساحت جانبی ما و شما امی مثلث است قاعده کار نداریم امی مثلث ها را اگر ما و شما کنیم میشه چی میشه مساحت جانبی پس مساحت جانبی میشه مساحت مثلث ها پس من اشتباه میکنم مساحت با چی نشون میدیم شاگرد عزیز با اس نشون میدیم دیگه درسته مساحت یا اس جانبی میشه م... مساحت مثلث ها مثلث های بدنه. خب شاگردای عزیز مساحت مثلث خوش شما یاد دارین دیگه قاعده زبدر در ارتفاع ضبط در یک بر دو درست است ما و شما اگر یک بودن صد مثل یک مثلث به شک داشته باشیم یعنی ارتفاعش باشد h و یعنی قاعدش a باشد پس s چی میشه میشه قاعده ضرب در h ضرب در ارتفاع ضرب در یکی بر دو یا تقسیم بر دو فرق نمیکنه پس یاد داریم ما میتونیم چی کنیم به شرطی که ما شما ارتفاع همین مثلث قاعدش که چی میشه قاعده و ارتفاع مثلث داشته, داشته باشیم میتونیم از با این فرمول مساحت مثلث رو دریافت کنیم هر چهار مثلث دریافت میکنیم با هم دیگه جمع میکنیم میشه چی مساحت جانبی هرم درست است اما مساحت کل چی میشه بگین از عزیز خودتان به نظرتان مساحت کل میشه مساحت قا... مثلثا و مساحت قاعده پایین درست است یار با هم دیگه جمع کنیم چی میشه مساحت کل میشه پس ما شما چه مساحت کل مساحت کل میشه مساحت جانبی اس جانبی جمع اس قاعده پس ما با شما اگر بیایم چی کنیم مساحت قاعده قاعده ما شما میتونه مربع باشد میتونه مستطیل باشد فرق نمیکنه فرمول مساحت مربع و مستطیل خو یاد داریم درست است حتی میتونه متوازی الاضلاع باشد بازم هم فرمولش یاد داره درست است پس مساحت قایدر دریافت میکنیم مساحت جانبی رو دریافت میکنیم کلش با هم جمع میکنیم میشه مساحت کل هرم پس مساحت فهمیدیم اما بحثی که بسیار با ما شما مهم است حجم هرم است یا حجم هرم است خب حجم هرم فرمولش چی است شاگرد عزیز دقت کنید مد کجا نوشتم در اینجا نوشتم میکنم حجم هرم با چی نشون میدیم با وی گفتیم دیگه یاد تا نفس نه حجم با کلا با وی نشون میدیم پس حجم هرم حجم هرم دقت کنید چه گردی عزیز منشور یا تا نفس منشور چه رقم بود دقت کنید هرم گفتیم که هرم یک قاعده دارد اما منشور دو قاعده دارد فرقش رو بفهمین منشور دو قاعده داشت یک شکل هندسی سه بودی که دارای دو قاعده می باشد که دو قاعده اش دو تا انطباق پذیر است اما در هرم ما شما یک تا فقط قاعده داریم در منشور یک قاعده دقیقا مشابه از یک تا بالا داریم یک چارزلی و یا کلش به هم وصل کنیم بدنه منشور مستطیل میشه اما بدنه هرم مثلث میشه صحیح خب حجم منشور چرا خم بود یا حجم منشور میگفت مساحت قاعده زب در ارتفاع دقیقا اینجا به اون شکل است مساحت قاعده زب در ارتفاع میکنیم ولی باید کوچکتر باشد دیگه صحیح چون بالاش یک نقطه از کلش جمع شده پس یک زب در یکی بر باید بسازیم پس حجم هرم چی میشه دقیقا مشابه حجم منشور میشه میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع زب در یک بر سه یا زب است دیگه ضرب در ارتفاع زب در یک بر سه معناش چی است معناش است که اگر ما و شما شاگرد عزیز یک تا منشور داشته باشیم با با نام مثلا همین باشد قاعده پایین و قایده بالاش دقیقاً همین چهار باشد و یک تا هرم هم به این شکل داشته باشیم ارتفاعش هم باشد سایست اگر ما حجم منشور ما و شما سه چند حجم هرم میشه سایست به او خاطر ما چی میکنیم؟ زبدر در یک برسه یا تقسیم برسه میکنیم پس حجم هرم فرمولش به این شکل است این فرمول بسیار مهمه سوال تا از این آید دقت کنید پس مساحت قاعده دریافت میکنیم زبدر در ارتفاع میکنیم دقیقا اگر یک برسه سه نباشه عزیز چی میشه حجم منشور میشه آفرین اما اگر زب در یک بر کنیم حجم هرم میشه صحیح معناش است اگر ما و شما یک منچور داشته باشیم با همین قاعده و همین ارتفاع و یک تا داشته باشیم با همین قاعده و همین ارتفاع حجم منچور ما و شما سه برابر حجم هرم میشه معنای است اگر ما و شما این سه بار به عنوان مثال یک تا چنین ظرفی داشته باشیم پر او کنیم سه بار رو پر کنیم داخل از منچور بندازیم منچور کاملا پر میشه صحیح است پس فهمید چی هست دیگه پس دقت کن مشابه چی است حجم منشور فرمولش چی است مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در یک بر سه ضرب در یک بر معناش هم تقسیم بر سه است فرقی نمیکنه. صحیح پس حجم هرم فرمولش یا فهمیدیم مساحت جانبی و مساحت کل فامیدیم. درست است شاگرد عزیز پس ما تختر پاک میکنم و یک تا مثال با هم دیگه کار میکنیم پس شاگرد عزیز با ما همراه باشید خب شاگرد عزیز و گرامی یک تا مثال کار کنیم مثال پس دقت کنید مثال با ما شما چی گفته سوال مثال یا سوال گفته که حجم هرمی رو دریافت کنید حجم هرمی رو هرمی که قاعده آن یک مستطیل به اضلاع 5 و هفت سانتی متر و هفت سانتی متر و ارتفاع هرم چقدر خب باشد مثلا 10 سانتی متر باشد را دریافت کنید پس سوال دقت کن شاگرد عزیز گفته حجم هرمی که قایده آن یک مستطیل به اضلاع پنج و هفت سانتی متر باشد پس قایدهش یک مستطیل است که اضلاع مستطیل چنده؟ پنج و هفت پس طول مستطیل هفت است و عرض مستطیل پنج خب دیگه چه گفته؟ و ارتفاع هرم ارتفاع هرم گفتیم ارتفاع همون چی است؟ فاصله رأس تا دقیقا قایده تا مرکز قایده درست است؟ گفته ارتفاع هرم چقدر است؟ ده سانتی متر است حال گفته چه کنید؟ این حجم دریافت کنید درست است پس ما اول شکلش میکشیم شاگرد عزیز پس ما شما چی داریم یک تا قاعدهش مستطیل است پس ما یک مستطیل میکشیم به عنوان مثال قاعده مستطیل است صحیح شاگرد عزیز که از لای چند است یعنی 5 است و اینی چی است 7 سانتی متر ارتفاعش هم 10 است یعنی کل ازیا رو باید به این وصل کنیم صحیح است یعنی راست ما و شما میشه خب ارتفاع هم دست یعنی دقیقا از این اس ما و شما راست تا به مرکز چه قاعده را ما و شما بیایم رسم کنیم میشه چی زاویه هم 90 درجه است پس شاگرد عزیز یعنی ارتفاع دست پس من نوشته می کنم یعنی اچ ما و شما 10 سانتی متر است یا هم چی بود 5 سانتی متر و 7 سانتی متر گفته حجم از دریافت کنید خب حجم هرم چی بود شاگردای عزیز فرمولش گفتیم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ضرب در یک بر سه یا تقسیم بر سه معناش هم یکی میشه فرق نمیکنه پس میریم دریافت میکنیم اول چیز دریافت میکنیم شاگرد عزیز مساحت قاعده دریافت میکنم پس اس قاعده قاعده ما و شما چی است یک تا مستطیل است مساحت مستطیل یاد دارین بله آفرین چی است فرمولش طول ضرب در ارز آفرین پس طول زب ارز طول ما و شما چند است افت است پس افت زب داره ارز ما و شما چند است پنج است افت زب داره پنج جواب چند میشه افت پنج بگین سی, سی و پنج سی و پنج چی شاگرد عزیز چون مساحت است میشه سی و پنج سانتی مربع دقت کنید دیر قبلا گفتیم دیگه نه وقتی مساحت باشد ما و شما باید اما جواب سانتی مربع نوشته کنیم وقتی که حجم است باید چی نوشته کنیم سانتی متر مکعب معناش گفتیم براتون چی است خب پس مساحت قاعده در دریافت کردیم آلی میرم فرمول حجم در نوشته میکنیم پس حجم ما و شما وی ما و شما چی است حجم چی بود بود اس قاعده اس قاعده ضرب در اچ اچ ما و شما ارتفاع است ضرب در بر سه درست است خب پس مساحت است ما نوشته میکنم مساحت خواهی در چند دریافت کردیم 35 پس من نوشتم میکنم 35 زب داره. ارتفاع چند بود؟ ارتفاع با ما شما داده ده پس نمشته میکنی ۳پج ضبدر ده خب ضبدر در بر سه خو چند میشه؟ 35 پج ضبر در ده بسازیم میشه 350 ص ضب در یک برسه سههم باید بسازیم درست است پس میشه 350 صد 5 یک بر سه خب شاگردای عزیز دقت کنید زب در یک بر سه بعضی از کتابا میگه تقسیم بر سه گفتیم معناش یکیسته نگاه کنید 350 زب در یک بر سه اگر بسازیم میتونیم بهش شک نوشته کنیم من میتونیم به 350 بهش مخرج چند بتون مخرج ندارد مخرج یک خود ما و شما میتونیم بتیم صحیح خب ضرب کسرا چرا خم در در بعداد نسبتی صورت در صورت مخرج در مخرج پس 350 زب در یک یک زب در سه میشه 350 تقسیم بر سه پس میتون بهش شک نوشته کنیم 350 بر سه سیست خب سه سیست پنجاه بر سه باید تقسیم کنی یا با ماشین حساب تقسیم میکنی یا تقسیم میکنی فقط هم که خودت میتونی تقسیم کنی جواب شرط شد سیست پس میشه چند مساوی میشه سانتی متر مکعب فقط ایش باید نوشته کنیم شاگرد عزیز چون حجم است حجم گفتیم جوابش باید چی شوه باید شوه سانتی متر مکعب مساحت میشه سانتی متر مربع اما حجم میشه سانتی متر مکعب درست شاگرد عزیز یعنی سانتی متر است دیگه پس چه؟ 350 بر 3 سانتی متر مکعب. خب 350 تقسیم بر 3 بسازید چند بشه شاگرد عزیز؟ خودتون بتونید تقسیم کنید دیگه نه من تقریبا تقسیم کنیم 350 رو 350 تقسیم بر 3 اگه بسازیم. سیس بگیم 1 3 3 باقی مانده 0 5 پایین پس میشه چند؟ 1 3 3 باقی مانده 2 20 می پایین سیس در 20 چند تا داریم؟ چند داریم؟ 3 اف 36. 36 18 باقی مانده دو فیست دوباره سف میون یک تا اشاریه میشه سه شش اجده باقی مانده و تا لایتن ادامه دارد پس چی میشه؟ به میشه میشه یک سد شش. شش, شش, شش تا لایتن های ادامه دارد سایست. پس یک شش تا لایتن های ادامه دارد که این میکنن نوشته میکنن دوره توالی یعنی شش ما و شما تکرار شده تا آخر میره سایست. پس چی هست؟ پس اینو میتونید دریافت کنین. پس ما شما دریافت کردیم ما پاک میکنم. شما در ماشین حساب اگر بندازین شاگرد عزیز اینو دریافت کنید 350 برسه. 3 میشه تالای درست است؟ پس شاگرد عزیز تا اینجا فهمیدیم. حجم هر ما تو بسیار آسان دریافت کنیم. مساحت قاعده دریافت میکنیم، ضبط در ارتفاع میکنیم و ضبط در یک برسه، 3 در یک برسه، اما تقسیم برسی است. یعنی اگر بعضی کتاب ها با جای فرمول یک ضرب در یک برسی نوشته کنه تقسیم برسه کنم کدام گپی نیست جوابش یکی میشه درست است خب شاگردای عزیز اما اگر مساحت از رو بخواید مساحت از دقت کنید مساحت از زیر ما شما چرا باید دریافت کنیم خب مساحت خای در خودتون دریافت کنیم اما مساحت چه جانبی را ما شما مساحت مثلثا رو باید بتانیم دریافت کنیم شاگردای عزیز یعنی چی است ما امی مثلث پیشروی بوندن انسان ما درافت میکنم قاعدش میشه چند اف... مثلث پیشروی ما شما به این شکل است دقت کنید شاگرد عزیز یک چنین مثلث جور شده چنین مثلث مثلث پیشروی این چنین مثلث میشه که چی ای است این 7 سانتی متر است قاعدش است ما و شما باید ارتفاع رو دریافت کنیم ارتفاع را که بخوایم دریافت کنیم این ارتفاع میشه ارتفاع از ارتفاع از چند است دنگ ناشاگرد عزیز در ارتفاع خود هرم است اما ارتفاع مثلث ما باید دریافت کنیم ارتفاع خود مثلث اگر دریافت کنیم باید چه کنیم شاگرد عزیز از رابطه فیثاغورس دریافت کنیم با او خاطر ده کتاب ما و شما عزیز در سوال نیومده چون کمی مشکل تر میشه باز در صنف بعد میخوانیم ولی خب ما برد میگم چه رقم باید دریافت کنیم درست است پس در کتاب ما و شما فقط حجم خواسته یا حجم خواسته که ما و شما میتونیم دریافت کنیم اما مثلا اگر بخوایم دریافت کنیم خب شاگرد عزیز قاعده ما شما هفت است اما ارتفاع مثلث چرا خم بشه ارتفاع مثلث با هم دریافت کنیم باید به یک تا رابطه فیثاغورس جور کنیم که دقیقا نیم از 5 دو نیم را دریافت کنیم پس یک تا چک چنین مثلث ما شما داریم که مثلث ما شما به این شکل میشه که یعنی ده ارتفاع هرم است اینی نیم پنج است دو نیم است و اینی چی میشه اینی ارتفاع مثلث مو شما میشه x میشه ما باید از رابطه فیثاغورس ان x دریافت کنیم x مو شما همین ارتفاع مثلث پیشروی میشه در مربع جمع نیم مربع تحت جذب میمونیم بعد چه میشه x دریافت میشه رابطه فیثاغورس خواندیم دیگه درست است پس شاگرد عزیز مفعچ فعلا کار نداریم چون البته میتون دریافت کنیم ولی ده کتاب مو شما سوال نخواسته درست است پس اگر بخوایم مساحت عزیز دریافت کنیم باید از رابطه فیثاغورس دریافت کنیم که اینجا کمی مشکل تر میشه ولی ده کتاب مو شما نیست پس فعلا مو شما فقط چی کار میکنیم فقط حجم کار میکنیم درست است پس هم از درس امروز ما و شما متوجه شدیم دیگه شاگرده عزیز درست است پس حجم هم تانستم دریافت کنیم خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما خلاص شد مساحت و حجم هرم و گفتیم که در کتاب ما و شما در تمرین ها اگر نگاه کنید فقط حجم از ما شما خواسته درست است و حجم ما کار کردیم و سوال کار کردیم و فهمیدین فرمول چی بود دیگه درست است پس ما یه تیک مارک میکنم خب شاگرد عزیز کارخانگی تمرین های صفحه 148 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم چند است؟ 20964 780 255 چهل سیزده درست است؟ اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید شاگردای عزیز پایان درس چهارم از فصل ششم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا حافظتان.